بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح سي أصل ودليل هاي آن، مرتبه سوم، إحسان. إحسان إن يك ركن است و آن پرستیدن الله تعالی، گویا تو او را میبینی، پس اگر تو او را نبینی، در حقیقت او تو را میبیند. و دلیل فرموده او تعالی است، همانا الله به کسانی است که تقوا کردند و کسانی که نیکوکارند. و فرموده او، و بر الله توانا و مهربان توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده میکند، اوست شنوا و دانا. احسان بالاترین مرتبه از مرتبه های دین است و یک رکن بیشتر ندارد و خود دارای دو مرتبه است. مرتبه یکم عبادت مشاهده. آن عبادت از روی محبت و رغبت و شوق برای آنچه نزد الله هست می باشد. مثال آن عبادت انبیا و رسولان علیهم السلام است و دیگران نیز می توانند با این مرتبه دست یابند. مرتبه دوم عبادت مراقبت. آن عبادت خوف و فرار است و عبادت هیچ مسلمان از این مرتبه خارج نیست. معنای احسان این نیست که کسی از صاحب این مرتبه است فقط محبت الله را داشته و از او سبحانه و تعالی ترس ندارد، اما در این مرتبه قوی ترین انگیزه که بنده را به سوی عبادت می کشد، یعنی محبت الله سبحانه و تعالی وجود دارد که فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیا بنده شکرگزار نباشم، از این قبیل است. و دلیل این از سنت حدیث مشهور جبریل علیه السلام است. از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت، وقتی ما نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، روز دیدیم که مرد اومد، جامعش سب سفید بود و موهایش سخت سیاه بود و بر او اثری سفر دیده نمی شد و کسی از ما او را نمی شناخت، تا اینکه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و دو زانی خود را به دو زانی پیامبر صلی الله علیه و سلم و دو دستش را بر دو رانش نهاد و گفت، ای محمد، مرا درباره اسلام خبر ده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اسلام این است، گواهی دهی که نیست معبودی بر حق جز الله و اینکه محمد فرستاده الله است و برپا داری نماز را و بدهی زکات را و روزه بداری ماه شریف رمضان را و به حج بروی اگر توانی راهی آن را داشته باشی. آن مرد گفت، راست گفتی، ما تعجب کردیم، سؤال میکند و تصدیق مینماید. گفت، پس مرا از ایمان خبر ده. گفت، ایمان این است که به الله و ملائکه های او و کتاب های او و به رسولان او و روز قیامت ایمان بیاری و به تقدیر نیک و بدش ایمان بیاری. گفت، راست گفتی. آن مرد گفت، مرا از احسان خبر ده. گفت، احسان این است که بپرستی الله را گویا تو او را میبینی، پس اگر تو او را نبینی، در حقیقت او تو را میبیند. آن مرد گفت، مرا از روز قیامت خبر ده. گفت، پرسیده شده در این مسئله از پرسنده داناتر نیست. آن مرد گفت، پس مرا از نشانه های قیامت خبر ده. گفت، اینکه کنیز آقایش را بزاید و اینکه ببینی پای و تن برهنگان بینوا چوپان گسفند را که در برداشتن قصرها زیاده روی میکنند. راوی گفت، پس آن مرد رفت، ما اندک استادیم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، ای عمر، آیا میدانی پرسنده کیست؟ گفتم، الله و رسولش داناتر است. فرمودند، این جبریل است، آمد تا امر دین شما را به شما تعلیم دهد. این حدیث دلیل است بر ارکان اسلام، ایمان و احسان. در فرموده او صلی الله علیه و سلم، سوال شونده داناتر از پرسنده در مورد وقت قیامت نیست. دلیل بر این است که او صلی الله علیه و سلم وقتی برپا شدن قیامت را نمی داند، تنها الله می داند. فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم، کنیز آقای خود را
بزاید به معنای بسیار شدن حقوق والدین است، به معنای بسیار شدن کنیزان و غلامان است، به معنای تغییر یافتن احوال است، به معنای این است که حاکم به کنیز ازدواج کرده و از او پسردار می شود و این پسر بعد از وفات پدرش حاکم می شود و آقای مادرش به حساب می آید. العاله یعنی فقیران، یعنی حالتها تغییر می آمند، این فقیر تبدیل به یک آدم خیلی بای می شود. اکنون آنچه از حدیث جبریل علیه السلام استفاده برده می شود. یکم، در طالب علم شش حق است: حق نفس، حق شیخ، حق جایی که در آن درس می خواند، حق همسبقانش، حق کتاب و حق علمی که آن را تعلیم می گیرد. حق نفس، علم عبادت است. اخلاص و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از اهل سلف حقیقی باش. خشیت، مراقبت، تواضع و رها کردن کبر و غرور، قناعت و زهد و آراسته شدن بر اثر علم. شخصیت، تمتع یافتن به خصلت های مردانگی، ترک رفاهیت یعنی خوشزیستی، از مجلس های بیهوده روی گرداندن، و نرمی، استواری و بررسی آراسته شدن. همت، رغبت برای طلب علم، برای طلب علم سفر کردن، نشستن علم، نوشتن علم، احساس مسئولیت، مراجعت حفظ کرده ها، یاد گرفتن عرضه کردن مسئله های فرعی، مسئله های فرعی بر اصول، و الله پناه بردن، امانت علمی، صدق یعنی راستی. بهشت طالبین این است که بگوید نمی دانم، بر سرمایه اش یعنی وقت محافظت نماید، نگه داشتن نفس، مطالعه برای تصحیح و برای فهم، مطالعه کتاب های طولانی، خوب سوال کردن و سپس گوش دادن و فهمیدن و عمل کردن، بمیرا مناظره کردن، مذاکره علم، بین قرآن و سنت و علوم این دو قرار داشته باش، در کامل کردن ادوات هر فن سعی نمودن، عمل از دوست داشتن ریاست و شهرت و دنیا گرفتن، به نفس خود گمان بد داشتن و به مردم گمان نیک داشتن. زکات علم همیشه حقگو باشد، بسیار امر به معروف و نهی از منکر کند، بین مصالح و مفسده ها بسنجد، ناشر علم باشد، به مردم نفع رساندن را دوست داشته باشد و مقام و شرافت خود را برای مسلمانان در کارهای حق و معروف به کار برد. عزت، نگاه داشتن علم، مدارات نه مداهنه، ترک تعالم یعنی ترک عالم نمایی و صدارت پیش از اهلیت یافتن، جای تو در مقابل خطای عالم و اختلاف عالمان، دفع شبه ها، نه قومگرایی و مذهبگرایی که دوست داشتن و بد دیدن خود را بر آنها قرار دهد. حق شیخ یعنی و مردم در این مورد به سه گروه افراطی یعنی زیاده روی، تفریطی و میانه رو تقسیم می شوند و خواهم خواند که اولین شرکی که در زمین به وجود آمد به سبب شبهه غلو یعنی زیاده روی در حق نیکوکاران بود. این باید همیشه میانه رو بوده و افراد و تفرید نداشته باشیم. حق مکانی که در آن درس می خوند، حق همدرسش. الله سبحانه و تعالی می فرماید شما بهترین گروهی هستید که به سوی مردم خارج شدید و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است هیچ کدامی از شما مؤمن نیست تا وقتی که آنچی را برای خود دوست دارد برای برادرش نیز بخواهد. حق کتاب، از کتابش نگهداری کند، زیرا الله سبحانه و تعالی با این کتابها به ما لطف کرده است و باید آنها را حفظ کنیم. حق علم، به وسیله خوب یاد کردن علم و مراجعه دائمی آن و عمل به آن، زیرا بر کسی که چیز یاد میگیرد واجب است که به آن عمل کند، سپس به این علم دعوت نماید، زیرا این علم نعمت بوده
و باید شکر این نعمت را به جا آورد. دوم از آداب سوال این است که اول سوال را بپرسد که امید دارد، نفع و فایده در آن وجود دارد. سوم طالب علم باید بکوشد تا ظاهرش نیکی بوده و بر حفظ ظاهر نیکویش محافظت کند. چهارم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نیست که گفته شود الله و رسولش داناتر است، بلکه گفته می شود الله داناتر است.